الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. از بزرگترین چالشایی که بر سر راه انسان هست و بشر نفس خود انسان، نفسی که اماره بالسوء هست، ان النفس لاماره بالسوء، نفس به کثرت امر می کند، بار بار امر می کند انسان را به سوء، به گناه، به نافرمانی الله تعالی و به معصیت نفس انسان امر به سوء می کنه و امر به گناه می کند و به معصیت می کند. لہذا چالش های متعدد بر سر راه انسان هست که یکی از این چالش ها همون نفس اماره بالسوء هست. شیطان هم که از دشمن های بزرگ و الله تعالی او را عدو مبین تعبیر کرده است، یعنی دشمن آشکارا و دشمنی آشکارا، دشمنی شیطان هم نمایان هست و آشکار و واضح و روشن هست. این چالش دیگری بر سر راه انسان هست. هم شیاطین انسی و هم شیاطین جنی، هم شیاطین از نوع انسان هست، آنانی که انسان را به گناه وادار می کنند، به گناه دلالت می کنند، به گناه جرأت می دن و می خواهند گناه را کم رنگ جلوه بدن و کم اهمیت جلوه بدن و تا انسان مرتکب گناه بشود مشورت یک گناه بدن. لحظه اینها همه مشکلات هستند که و چالش های هستند که بر سر راه انسان هم. و انسان دیگه چالش ها داره هم بر مسیر راه خودش که حب دنیا هست، دنیای و زیبایی دنیا، اللہ دنیا را زیبا آفریده است و لحظه دنیا هم از محبت دنیا و دوستی دنیا هم از چالش هایی است که سر راه انسان هست. و چالش های متعددی وجود داره که انسان زمان می تواند به سعادت برسد و زمان می تواند کامیاب بشود که از همه این چالش ها به سلامتی عبور بکند و به خیر عبور بکنه و لحاظه گرفتار هواهای نفسانی نشود، گرفتار وساوس شیطانی نشه و بره دنبال گناه منطور که شیطان وسوسه می اندازد، به حب جا گرفتار بشه، به حب مال گرفتار بشه و همه این چالش را عبور کردن کار ساده هم نیست، کار آسانی نیست، مگر اینکه الله تعالی آسان بگردانه.
خطرات متعدد بر سر راه انسانان و انسان تهدید می کنند و هر آن خطر داره که انسان گرفتار این خطرات بشه و بالاخره سقوط بکنه و بالناکامی روبرو بشه و استقامتش را از دست بده و دچار لغزش بشه. و عزیزان من، لذا راه مبارزه و راه نجات از این چالش ها و خصوصا از چالش نفس و از همه این چالش ها بهترین راه عزیزان من راه تزکیه نفس و اصلاح نفس اماره است. او نفس اماره بسو باید اصلاح بشود و الله تعالی که این نفس خلق کرده و ما را با این نفس آزمایش کرده، راه اصلاح این نفس را هم الله تعالی گذاشته است. و راه اصلاح نفس اینجا من ای آیات را تلاوت کردم حضورتون و الله تعالی 8-9 تا قسم را ردیف کرده و شاید هیچ جای دیگر در قرآن اینقدر قسم نیست. الله اینجا قسم های متعدد را ذکر کرده برای که انسان به رستگاری رسیده، او انسان جواب قسم هم که نفسش را تزکیه بکنه و به تباهی میرسه اون انسان به نقصان دچار شده است و دچار خساره شده است و خساره کرده است اون انسان که نفس را آلوده با گناه بکنه، نفسش را اصلاح نکنه، پاک نگردانه و تزکیه نکنه. لذا خیلی اهمیت دیده الله تعالی این که انسان نفسش را اصلاح بکنه. لذا این همه قسم را ردیف کرده تا مردم اعتماد بکنن و تا مردم مطمئن باشن و یقین بکنن که راه جز اصلاح نفس و تزکیه نفس نیست. و بهترین راه تزکیه نفس عزیزان من خود همین شریعت و همین احکام که الله تعالی نازل کرده برای ما. این همه احکام الهی، این همه برنامه سازندگی برای انسان، برنامه های اسلام، برنامه های انسان سازد. الله میخواد انسان بسازه، انسان تزکیه بگردانه، انسان به وارستگی برسانه و انسان پاک بگردانه. و به نه تا زمانی که پاک نشده به قرب خدا نمیرسه، تا زمانی که پاک نشده با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم انسان نزدیک نمیشه. نزدیک ترین انسان به آن حضرت فرهیزگاران هست و فرهیزگار انسان وارسته ای و انسان تزکیه شده ای و انسان پاک شده است. لذا این احکام اگر مورد توجه جدی قرار بگیرن و ما دقت کنیم و توجه خاص داشته باشیم و این احکام را صحیح انجام بدیم، عزیزان من این احکام ما را تزکیه می کنن و تمام خرابی های درون و تمام زشتی های اخلاق و رذایل اخلاقی که در درون نهفتان و هر یک که به منزله یک مار هست و هر یک که به منزله یک اژدها هست و همین سروران گرامی اعمالا و احکام الهی احکام نورانی برنامه یک قرآن آورده، برنامه یک آن حضرت او را به ما تعلیم داده انجام داده، این هم میتوانه انسان پاک بکنن و این هم میتوانه انسان به وارستگی برسانه. عزیزان من، در درون انسان تکبر موجوده، در درون انسان خودخواهی موجوده که تکبر از بدترین مریضی هاست که در درون انسانه. هیچ مریضیه به اندازه تکبر خطرناک نیست. ریاکاریه که در وجود انسان موجوده، برای ریا و تظاهر انسان میخواد بسیاری اعمال انجام بده و در درون انسان خودخواهی موجوده، خودپسندی موجوده و خودبینی موجوده و
پتر درور انسان عزیزان حب مال هست، حب جای مقام، حب مقام و فسته، حب دنیا موجوده، مال موجوده، بخل موجوده، حرص موجوده، طمع موجوده، طمع به مال دیگران، حریص بودن بر دنیا، بخل موجوده. ولهذا مریضی های متعدد در درون انسان هست. این مریضی ها خطرناکتر از مریضی، هر مریضی از اینا خطرناکتر از اون مریضی های هست که جسم تعدید می کنند. گاه انسان با سرطان مواجه، گاه با سل مواجه، گاه رگ های قلبش بسته میشه، گاه دریچه های قلبش کشوده میشه. انواع مریضی ها بر سر رای انسان هست، مریضی قند، چربی خون و غیره هست، مریضی های خونی هست که در وجود انسان هست، انواع مریضی ها در ظاهر انسان هست. همانطور که نیاز هست، انسان نیاز داره به پزشک، نیاز داره به طبیب، نیاز داره تا مریضی های ظاهرش را معالجه بکنه، به طبیب باطن و دکتر که باطن انسان تشخیص بده و انسان علاج بکنه، انسان نیازمنده. همانطور که برای مریضی های ظاهر انسان نیاز داره به یک برنامه مداوا، دوایی نیاز داره، که این برنامه مداوای او باید، معالجه او را باید او انجام بده، چه چیزی پرهیز بکنه و چه دواهایی را بخورد تا مریضی یه او کاسته بشه و ضرر مریضی دب بشود. همانطور برای مریضی های درون و مریضی های داخل نیاز به طبیب، نیاز به نسخه و دوا نیاز و به پرهیز نیاز، تا انسان بتواند درونش را پاک بگردانه و انسان به وارستگی برسه و انسان نجات بگیره. عزیزان من، همین احکامه که الله رب العزت فرض قرار داده است، از آن جمله نماز که اولین حکم بعد از ایمان، نماز یکی از احکام مهمه و یکی از عملهای محوری هست که میتوانه این انسان تزکیه بگردانه از بخش از این مریضی ها. از آن جمله تکبره و تکبر نماز ضربه میزنه و ضربه میزنه و تا اینکه تکبر از بین میبره و به هر حال تکبر از انسان برطرف میشه. بعد به طور کلی این صفات ها ضربه نمی خورن که ریشکن بشن، ولی این صفات ها ضربه می خورن و کاهش پیدا می کنن، ولی همواره انسان در معرض خطر این مریضی تکبر قرار داره. نماز تا فروتنی پیدا می کنه، تواضع پیدا می کنه و نماز سبب میشه که در انسان عبدیت بیاید، یعنی در انسان غلامی بیاید و انسان منیتش شکسته میشه به وسیله همین نماز. و لحاظه انسان متواضع میشه و این نماز کار بزرگی را میکند. برای همین خاطر الله فرموده که نماز از فحشا و نماز از منکر انسان جلوگیری میکنه، و برای آن که نماز بندگی پیدا میکنه و بردگی پیدا میکنه، غلامی پیدا میکنه، غلامی خدا، بردگی خدا و بندگی خدا وقتی پیدا میشه انسان اطاعت میکنه از فرمان الله تعالی، و لہذا مرتکب معاصی نمیشه، از گناه دوری میکنه، از فساد دوری میکنه، و لہذا نماز با این ترتیب تاثیر بزرگی در وجود انسان داره. به شرطی که نماز با توجه خوانده بشه، با حضور قلب خوانده بشه و واقعا نماز نماز بشه. و وقتی که ما به نماز می ایستیم، ما باید وقت نماز می ایستیم همه چیز فراموش بکنیم و جز نماز، جز الله تعالی و زن و بچه و مال و دنیا را برای 10 دقیقه، برای 7 و 8 دقیقه، برای 15 دقیقه که نمازه، باید این را فراموش کنیم. مهمترین کارهای من را ما باید در نماز فراموش کنیم.
فقط به توجه من به الله باشه، فکر آخرت باشه، عاجزی در مقابل خدا و درماندگی در مقابل خدا میتوانه ابدیت پیدا بکنه. وقتی به رکوع میریم، عاجزی در مقابل خدای، وقتی به سجده میریم، وقتی قیام میکنیم و میایستیم، وقتی به عطایات نشستیم، همه این حالات حالات تواضع هستند، حالات فروتنی هستند، حالات بندگی هستند و حالات بردگی پروردگار هستند. و عزیزان من، از یکی دیگری از عبادت های مهم که تاثیر گذاره در تشکیه انسان، در ساختن انسان، در بین بردن بخل و حرص و طمع و حب مال و حب دنیا و کار بزرگی را انجام میده بعد از نماز، بسیار مهمه، او پرداختن زکات. زکات وقتی انسان میدهد محبت مال از دلش خارج میشه و حب مال میره از بین، حرص میره از بین عزیزان من، و این طمع میره از بین، و لحاظه این زکات کار بزرگ را انجام میده. بسیاری از رشتی های اخلاق و از رذایل اخلاقی و از خرابی های درون انسان از بین میبره و ضربه میزنه اینها را، و لحاظه این دادن زکات، نه تنها زکات بلکه دادن خیرات، دادن صدقات، رسیدگی کردن به یتیم ها، به فقرا، به مساکین، به مستمندان، به زندانی ها، خانواده زندانی ها، به طلاب، به مدارس و مساجد خرج کردن، این خرج کردن مال در راه الله، این عزیزان من تشکیه بزرگ را انجام میده. امروز بسیاری میگن که زکات که بر ما نیست، ما مال نداریم که زکات بدیم، ولی از صدقه فطر هم بر ما نیست. ولی عزیزان من، صدقه و خیرات هم میتوانم بدن. قرآن حدیث آمده است که شما به نصف خرما اگر بیشتر توانایی ندارید، نصف خرما را دارید همین بدید. که است از ما امروز که به اندازه خرما، یک کارتون خرما، یک کیلوی خرما، به اندازه دادن یک نان مثلا توانایی داشته نباشه، یا تواناییش در دهد 1000 تومان 2000 تومان نباشه که بده برای خدا. این یک عالم و مدرس که حقوقش 400-500 تومان میتوانه بده، کارمند به راحتی میتوانه بده، کارگر به هم راحتی میتوانه بده، این اندازه صدقات هر کسی میتوانه بده. و همین اندازه صدقات هر اندازه باشه، شما یک شکلات بدید، یک پیاله چای بدید، یک سیب زمینی بدید، یک دانه موز بدید، همین هم تاثیر میگذاره در ساختن شما، در تشکیه شما. و حب مال ضربه میزنه، و عزیزان من حرص شما را، حریص بودن مالا ضربه میزنه، ولی عزیزان من این کارش را انجام میده و شما را تشکیه میکنه و نفس شما را به سمت پاکی میبره و قلب شما را به سمت پاکی میبره و رزیله ها و پستی ها و زشتی ها و پلیدی های اخلاق را از وجود ما برطرف میکنه و کاهش میده عزیزان من. لحاظ دادن مال از کشیدن نفس کمتر نیست، همانطور که برای حیات ما نیاز به نفس کشیدن، به اکسیژن، همانطور که برای زندگی ما آب نیاز داره، ضروریه، همانطور که برای زندگی دنیوی ما طعام لازمه، همین اندازه نماز لازمه، همین اندازه برای نجات ما و برای تشکیه و اصلاح ما نماز لازمه، همین اندازه پرداخت زکات لازمه. این توجیه غلطه، این اشتباه بزرگه، این اشتباه فاحشه که انسان فکر بکنه که من فقیرم بر من صدقه نیست. شما فقیرتر از صحابه نبودید که وقتی آیه صدقه نازل شد، صحابه کرام رفته حمالی کردن، رفته کیسه ها را بر پشتشون حمل کردن، رفتن دست چاهای مردم آب کشیدند و باقشون آب دادند، خرما گرفتند
و اجرت گرفته این آوردن صدقه کردن. شما صحابه فقیرتری نه خیر، شما زندگیتون من و شما زندگیمون اگر بفروشیم همون فقیرترین مادر خانه وسایلش را بفروشه به اندازه یک ثروتمند اونها هنوز بالاتر میشه. الله داده مال داده، الله توانایی داده، ما پول نقد نداریم، وسائل داریم، امکانات داریم، ولهذا ما خود را تبریاز صدقه میکنیم. این خطرناکه، این کشنده، میکشه معنویت انسانا و از بین میبره معنویت انسانا صدقه نکنیم. او طالب العلمه که درس میخانه، همون طالب علم هم توانایی داره در این حد اون نصف خرما که حدیث آمده. یعنی این مثالیست که شما تواناییتون بیشتر نیست ولی نصف خرما شما توانایی دارید. و لحظه شما توانایی دارید و شما تواناییتون اعمال نکردید. روی این عزیزان من ما باید متوجه باشیم و فکرمند باشیم و این مسائل توجه داشته باشیم. همینطور عزیزان من روزه رمضان این خیلی مؤثره و مهم روزه گرفتن و روزه از تاثیراتش بر در ساختن انسان بسیار مهمه. روزه در ساختن انسان بسیار تاثیرش مهمه و بزرگه و میتونه انسان بسازه. و در حدیث شریف آمده است که هیچ چیزی به اندازه روزه تاثیر گذار نیست در ساختن انسان. و بسیار مهمه عزیزان من روزه ماه رمضان. الله این احکام را برایان فرض کرده تا ما را بسازه و ما را به وارستگی برسانه. و قرآن همین فرموده است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه برای آن فرض شده که الله می فرماید چرا بر گذشتگان ما فرض کردیم، بر شما فرض کردیم تا شما به تقوا برسید، تا شما به پرهیزگاری برسید. هم روزه فرضی تاثیر گذاره و تاثیرش در ساختن جامعه، در ساختن انسان حیاتی و مهمه. و هم عزیزان من در افراد تاثیر ساختن افراد تاثیرش بسیار مهمه. روزه میتوانه عزیزان من تقوا ایجاد بکنه همونطور که قرآن فرموده، خدا ترسی ایجاد بکنه، خوف خدا در ما بیاورد، پرهیزگاری در ما بیاورد و ما را میتوانه پرهیزگار بگردانه. روزه برای شکستن منیت، برای شکستن عزیزان من تهاجمات نفسانی، هجوم نفس، حمله نفس، فشار نفس را از سر من و شما کاهش میده. روی این تاکید شده که ما علاوه بر روزه های فرضی ما روزه نفلی بگیریم و متوجه روزه باشیم. عزیزان من این روزه خیلی مهمه و رمضان هم داره می آید و نزدیک میشه به من و شما. در آستانه رمضان قرار گرفتیم، با این رمضان استقبال کنیم که این رمضان ما را می سازه. گناه های ما در رمضان می ریزن و انسان پاک میشه به وسیله روزه، به شرطی که بعد پرهیز بکنه و روزه را رعایت کنه. پرهیز روزه را رعایت کند. حج بیت الله الحرام این هم از عبادت های تاثیر گذاره در سازندگی انسان، در ساختن انسان. تلاوت قرآن عظیم و شان تاثیر بی نظیر داره و جای حسرت و جای افسوسه که امروز مردم به تلاوت کوتاهی میکنن. بسیار میگه ما وظیفه انجام میدیم، ما ذکر میکنیم، اما هیچ ذکره، هیچ وظیفه مهمتر از تلاوت قرآن نیست. قرآن نباید کوتاهی بشه. باید کسی گفته بود به شاگردانش که آقا تلاوت سخته و شما ذکر کنید، آقا ذکر شما وظیفه شما که مرشدتون گفته، استادتون گفته، هیچ زمانه نمیتوانه به اندازه تلاوت تاثیر گذار باشه. این کلام پروردگاره و چیزی که سخته همون میتوانه شما را اصلاح بکنه. شما اول باید دستور بدید،
اول باید تلاوت قرآن انجام بگیره، بعد اذکاری که در حدیث و سنت آمده، بعد اذکاریه که استادتون و مرشدتون شما را، او ذکر شما درجه سوم داره، او در ذکر که یک مرشد و یک مربی تعلیم میده. اول قرآنه، بعد اذکاری که در سنت از زبان محمد رسول الله آمده، بعد اذکاریه که شما را مرشدتون تعلیم داده. اول او دعایی که در قرآن، بعد او دعا مهمه که در سنت از زبان محمد رسول الله، بعد او عرض کنم دعایی که شمار استاد راهنمایی کرده و یک راهنما شمار راهنمایی کرده، یک عالم شمار گفته است، بعد سروران گرامی اینان. اول او درودی که از زبان محمد رسول الله صادر شده، هیچ درودی توی دنیا برابر با او درودی نیست که خود آن حضرت فرموده است. بعد درودهایی که مردم بزرگان درست کردند و شما راهنمایی کردند، اونا درجه بعده. این درجه بندی ها را باید بدونید که دروده که آن حضرت فرموده، درود ابراهیمی از همه درودها فضیلتش بالاتره. در چه زحمت داره اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد درجات إن درود هاي ديگري هم كدر حديث آمد است. أول إن درود هارا جو سجو كوري كسنة ثابتا از خود آن حضرت ثابتا، بعد درود هاي كبزرگان تجربة کردن مشورت داده این درودا درسته، ولی اینها ثوابش در درجه بعده. ولهذا عزیزان من، اینها خواندن درود، ذکر پروردگار، تلاوت قرآن عظیم الشأن، اینها بی‌نظیرن در ساختن شما، در تزکیه شما، در اصلاح شما، در وارستگی شما، اینها تاثیر گذارن، اثر مهمی دارن. ولهذا از الله غافل نباشیم، از الله فراموش نباشیم و همیشه الله را یاد کنیم، یا با ذکر زبان و تلاوت قرآن و یا با نماز و یا با فکر هم. فکر هم فضیلتش حتی از ذکر هم بالاتره که ما بشینیم به عظمت الهی فکر بکنیم، به بزرگی خدا، به احسانات الهی و به انعامات پروردگار ما فکر بکنیم. اینها بسیار مؤثره و بسیار مهمه. لذا عزیزان، ما راه تزکیه و راه اصلاح عمل به همین احکامان، عمل به شریعت فرعیز از گناه، ما باید به شریعت عمل بکنیم، فرمان ببریم از الله تعالی و نفس را کنترل کنیم، مهار کنیم نفسا، لگام به گردن نفسا به بیاندازیم و نفسا نگذاریم که به گناه میره و گناه ما را میکشه. چشممون حفاظت کنیم، گوشمون حفاظت از گناه، زبان حفاظت از گناه و تمام وجودمون از گناه حفظ میشه. گناه خطرناکن، گناه ما را به عقب میاندازن، گناه ما را به نفس، خواهشات نفسانی و گناهایی که نفس ما را وادار میکنه نزدیک میکنن، گناه ما را به شیطان نزدیک میکنه، گناه آلودگیه، گناه خطرناکه. ولهذا از گناه دوری کنید. چه بسا انسانان که مرتکب گناهی میشن و مورد لعن خدا قرار میگیرن، مورد نفرین خدا قرار میگیرن. تو این قرآن خاکی که زندگی میکنیم، بعضی هستن که هزاران لعنت یک روز بر چهره اونا نازل میشه، بر سر اونا نازل میشه و کسی که این لعنت ها بر سرش نازل میشه از کجا آن اون نجات میگیره؟ گناه عزیزان من خطرناکن، و چه بسا انسانن که در اثر گناه اونها نفسشون تقویت میشه. این نفس که باید کشته بشه، این نفس که باید پایمال بشه، این نفس که باید ذلیل بشه و رام بشه و از خدا فرمان ببره. لذا عزیزان من، این نفس اماره به سو، این نفس عرض کنم که با گناه تقویت میشه، چاق میشه، پربه میشه،
قدرت پیدا میکنه نفس ما گناه و لحظه به گناه بیشتر ما رو وادار میکنه. و آخر چه بسا انسان گناه میکنه و خاتمهش به کفر میشه و الله تعالی او را خاتمه سوء عنایت میکنه و میمیره به میتت سوء، به مرگ بد، و مثل یک سگ میمیره انسان. و لحظه مقصر خودشه که از گناه ها فرهیز نکر. بعض انسانان که خون انسان ها را میریزن، مال مردم ها میخورن، اسمشون هم مسلمانه یا غیر مسلمانه فرقی نداره، این مسلمانی اینا به درد نمیخوره، این انسان رهزن، این انسانی که ربا میخوره، این انسان رشوخار، این انسان قاتل و این انسان جانی که جنایت میکنه، چه بسا سبب میشه که این را الله با مرگ بد میکشه. و ایمان هم میگیره. دیده شده عزیزان من که انسان ها ده انسان، انسان های ظاهر شایسته، اما وقتی عمل بد کردم لحاظه آخرشون خراب شده، ایمانشون از دستشون گرفته شده. و عزیزان من چیزی که هم اولیاء الله نگران بودن، بندگان خاص نگران بودن، بندگان صالح نگران هم بودن، همین بوده که معلوم نیست به کدوم عمل الله ما را بگیره و مؤاخذه بکنه. و یک چیز بسیار بزرگ بزرگ که مهم بوده برای اولیاء خدا همین بوده که خاتمه با ایمان باشه و خاتمه به خیر باشه. و لحاظا الله با رضایت خودش ما را ببره به آخرت. لحاظا نیاز و مهمه که ما روی نفسمون کار بکنیم. نفس باید اصلاح بشه، نفس تزکیه بشه و از شر شیطان هم کوتاه بشه از سر ما که نتواند بر ما دست رسی داشته باشه. قید شیطان که آمده ضعیفه، آقا خوب توجه بکنید، قرآن فرموده قید شیطان ضعیفه. این قید شیطان در مقابل انسان مؤمن، در مقابل انسان صالح، در مقابل انسان وارسته، انسانی که مورد حمایت خدا است، قید شیطان ضعیفه. و الا انسانی که خودش دنبال شیطان میره، دنبال هواهای نفسانی میره و با آلوده گناه، قید شیطان در مقابل او ضعیف نیست، او زیر حمایت خدا نباشه و لحاظا شیطان هر آن او را میتوانه فریب بده. و همین طور شده است، گناه سبب شده آوا، گناه سبب شده که انسان گناه کوچک بره گناه بزرگتر انجام بده و گناه بزرگتر سبب قتل میشه و سبب قتل انبیا هم شده است. کسانی که پیغمبران را کشتن، الله تعالی میفرماید تلون الانبیا بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینا ابتدا گناه کردن و تعدی و تجاوز داشتن بر حقوق مردم و بر گناه و بعد قتل انبیا برای اونا آسان شده که انبیا را بکشند. همین طوره گناه، همین طوره انسان میبره فله فله میبره و آخر انسان به بدبختی بزرگ دچار میشه. الله نجات عنایت بکنه و توفیق بدهد که من و شما به این ماه شعبان است، آخر شعبانه و رمضان نزدیکه، انشاءالله بتوانیم آمادگی بکنیم و برای تزکیه نفس برسیم، به اصلاح نفس برسیم. البته این چیزی که تا آخر زندگی باید مبارزه کرد، تا آخر زندگی باید ما این مبارزه را داشته باشیم. همانطوری که اطلاع دارید در این هفته گذشته که از رویدادهای مهم و حادثه مهم اون عرض کنم که بیرون شدن امریکا بود از برجام، از اون توافق نامه که ایران با قدرت های بزرگ جهانی داشت در رابطه با مسئله هسته‌ای. و لحاظه امریکا یک جانبه و یک طرفه از این توافق نامه و از این برجام خارج شدن و یکی از به هر حال مسائل مهمه که چگونه یک کشور در یک توافق نامه و در یک معاهدات یک طرفه و بدون در نظر گرفتن بقیه و طرف مقابلش که ایرانه بیاید و خارج بشه.
در حالی که این توافق به صورت رضایت همه جانبه، یه همه طرف ها این برجام این تشکیل شده و لحاظ این قرارداد و توافق نامه نوشته شده و همه کشورها امضا کردن، کشورهای شریک و کشورهای بزرگ، و یک طرفه آیا خارج شدن، این آیا حق داره امریکا این کار بکنه یا نه؟ آنچه که از این فدیده به حاصل میشه اینه که توی دنیا دیگه ارزش برای توافق نامه ها نمیمونه، برای قرار دادن نمیمونه، نه از لحاظ اخلاقی این درسته و نه از لحاظ قوانین بین المللی و این درست است که آدم قرار داده بکنه و طرف هم عهد شکنی نکنه و شرایط خودش را رعایت کنه. یعنی ایران دیگه سلاح هسته‌ای دنبالش نکرده است و نرفته دنبال این و همه مسائل در ایران در اختیار و بازرسان بین المللی بوده بدون اینکه ایران تخطی بکنه اینا این معاهده را و توافق نامه را لغو بکنن. آیا امریکا میتونه این کار بکنه؟ و لحظه امریکا اگر پایبند اخلاق باشه و پایبند قوانین بین المللی باشه و پایبند عرف به دنیا باشه نمیتونه از این قرارداد خود را خارج بکنه، مگر اینکه امریکا و قدرتمندان حاکمان امریکا سر به جهل و نادانی بزنن و لحظه این قرارداد را لغو کنن و خود را از این قرارداد خارج بکنن. لحظه ما محکوم میکنیم خارج شدن امریکا را از این قرارداد و به هر حال و انتظار ما از قدرت های دیگر و کشورهای دیگر که در این قرارداد همراه بودن اینه که اونا اسقامت بکنن، ثابت بمونن و لحظه از این قرارداد عقب نشینی نکنن، اونها بمانند. ایران هم به هر حال اون قرارداد رعایت خواهد کرد، یک کشور خارج شده ولی بقیه کشورها هم به این قرارداد باید باقی بمونن و اونها خود را از این قرارداد نباید خارج بکنن. حمله موسیقی اسرائیل را به سوریه هم ما محکوم میکنیم و هیچ کشوری حق نداره تجاوز بکنه به کشور دیگر و کشور دیگری را زیر موشک بگیره و بزنه، و لحظه این هم جنایاتیش که محکوم می شود. تکبیر دیشب حاج عبدالکریم براوی نژاد که معروف به هستن اینجا به حاجی فیر معمولا معروف بوده، از مقتدیان هم مسجد هست، مقتدیان ثابت بوده و پدر گرامی همکار عزیز من جناب مولانا عبدالحمید براوی نژاد است، دیشب دار فانی را به مقصد دار آخرت ودا گفتن و به جوار رحمت الله تعالی پیوستن. شب جمعه که یک شب استثنایی در هفته و درخشان و نورانی هست، ایشون فوت کردن و ایشون را در دعای خیرتون یاد کنید، الله ایشون را مغفرت کنه و درجاتش را بلند بفرماید و از تقصیرات ایشان و همه ما در گذر فرماید. اینجا دادن که فردا صبح در محل حوزه جنازه ایشون 9 صبح فردا 9 صبح جنازهش برگزار میشه. مشهد فوت کرده و جنازهش را میره. غروب چهارشنبه که یعنی غروب شب پنجشنبه باشه، غروب چهارشنبه که شب پنجشنبه داخل میشه برای ماه نگاه میکنه، شب رویت هلاله و پیش بینی همین است که ماه انشاءالله رویت خواهد شد و یک رمضان امید است که سرتسری باشه و بدون اختلاف باشه و انشاءالله امید همینه که ما روز پنجشنبه رمضان هست. انشاءالله مهمان فروردگار پیدا هست و برای این مهمان آمادگی کنید انشاءالله. و دیگه تقاضای دعا هم بله
و مریضان درخواست دعا شده، مخصوصا حافظ سلیمان که در حالت کما هست در بیمارستان، و ایشون را دعای خیرتون هم بسید و فراموش نفرمایید.